هفته تا همراه میشیم با خود خانم کتایون ریاهی بازیگر از ایران. خوش آمدید خانم ریاهی به تیتر اول. ممنونم که دعوت منو پذیرفتید. تصویری منتشر کردید از خودتون بدون حجاب اجباری و نوشتید در سوگ زنان ایران. از حالتون برای ما بگید و اینکه چرا این تصمیم رو گرفتید. درود بر شما و همه ایرانیان در همه جای جهان. ابتدا تسلیت میگم به جامعه کرد ایرانی و به همه مردم ایران و زنان ایرانی که بیشترین فشار اکنون روی اونا هست. بله، دیدم که در فضای مجازی داره این تصویر وایرال میشه و با عنوان کشف حجاب. من راجع به واژه کشف حجاب تردید دارم. کشف حجاب مال کسیه که قبلا با حجاب بوده و بعد حجابش رو برمی‌داره. من هیچ وقت با حجاب نبودم و فکر نمی‌کنم هیچ کسی باور کرده باشه که من هرگز با حجاب بودم. بنابراین من فقط حقیقت رو نشون میدم. این روسری اجباری رو که از سر برداشتید قطعا برای شما در شرایطی که هستید در کشوری که کار میکنید بی هزینه نخواهد بود، اما همونطور که گفتم در شرحتون نوشتین در سوگ زنان ایران. چرا تو این مقطع این تصمیم رو گرفتین؟ چه احساسی دارین از ماجرای و فاجعه‌ای که برای مهسا امینی اتفاق افتاد؟ فاجعه‌ای که برای مهسا یا ژینا اتفاق افتاد، فاجعه‌ای که ما داریم در فضای مجازی اون رو میبینیم. هر روز داره فاجعه های زیادی اتفاق میفته، گاهی به مرگ تن و جان ختم میشه، ولی هر روز تعداد زیادی از زنان سرزمین ما، از دختران ما، روح و روانشون داره از بین میره، میمیره روح و روانشون. و فکر میکنم که این فاجعه جایی باید ختم بشه و تموم بشه. هر کسی هر کاری که میتونه بکنه. من امروز فکر کردم دیگه دروغ گفتن بسه، دروغ گفتن و دروغ شنیدن بسه. سال هاست که ما رو به عنوان با حجاب نشون میدن، ولی این حقیقت نداره. فکر میکنم که هر کسی میتونه انتخاب کنه وضعیت پوشش خودش رو. این حد اقل آزادیه که هر انسانی میتونه داشته باشه و من امروز انتخاب خودم رو به نمایش گذاشتم. در این سالهایی که فعالیت میکردین مطمئنم که فشارهای زیادی بر شما بوده به عنوان یک زن بازیگر. از این فشارها برای ما بگین، دقیقا یک زنی که در جامعه ایران بخواد کار کنه، بخواد بازیگری بکنه، با چه فشارها و چه دشواریهایی مواجهه، از جمله همین حجاب اجباری که بهش اشاره کردین؟ ببینید، من ترجیح هم اینه که الان اختصاصا راجع به حرفه بازیگری و سینما صحبت نکنم، برای اینکه فشاری که الان وجود داره روی زنها اصلا گسترده تر از فشاریه که روی زنهای بازیگر هست. بله، ما در زیر ذره بین هستیم، بیشتر دیده میشیم، آگراندیسمان هستیم، ولی الان کسانی دارن آسیب میبینن و از این آسیب جان میدن و خانواده های عزادار میشن که مردم معمولی هستن. چرا باید این اتفاق بیفته؟ فشارهایی که روی ما میاد، هزینه هایی که باید بپردازیم، ممنول کاری، ممنول تصویری، ممنول خروجی، همه اینها سال هاست که وجود داره. مگر الان بیش از نیمی از جمعیت جوان کشور ما بیکار هستن؟ اونها رو کی ممنول کار کرده؟ جامعه ممنول کارشون کرده. ما هم یکی از اونها. من که 20 سال کار نمی کنم و 10 سال متاسفانه بابت یک چیزی به نام شوهر من ممنول خروج بودم و به دلایل دیگه ای هم ممنول خروج بودم. و الان دیگه چه چیزی میخواد من تهدید کنه بیشتر از این؟ همکاران ما رو میگیرن، زندانی میکنن، حبس میکنن، توبیخ میکنن. من فکر میکنم دیگه زندانی کردن بیفایده است، برای اینکه ایران تبدیل شده به یک زندان بزرگ متاسفانه.
شما شرایط ایران رو با گوشت و پوستتون لمس میکنین، امروز ایران رو کجا میبینید؟ فکر میکنید که مسیری که پیش روی جامعه ایران چه مسیریه؟ من فکر میکنم اگر حتی ذره‌ای جایی برای صحبت کردن و شنیدن صدای مردم وجود داره، باید همه چیز، هر انتخابی که مردم دارن، به ساده ترین شکل ممکن که همه جای دنیا مرسومه و قبلا هم در ایران اتفاق افتاده، به رفراندوم گذاشته بشه. در غیر این صورت من نمیدونم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بسیار سپاسگزارم از شما کتایون ریاهی، بازیگر از ایران، با ما همراه بودید.